سلام، اینجا استودیوی کوچولو ولی باحال آپاراتچیه. این هفته هم دوباره با رفقامون اینجا تلاش کردیم یه بخشای ویدئویی براتون ضبط کردیم، گفتگو گرفتیم، نقد گرفتیم، خبر داریم و همون فضایی که باهاش دیگه آروم آروم آشنا شدیم. آپاراتچی سوم رو به این ترتیب تقدیم شما میکنیم و همین الانم بچه‌ها بهتون میگن که قراره تو این شماره چیا بگیم. دست نمی کنیم برای ابراهیم ابراهیمیان شده یک حریف چغره بد بدن. بعد از 7 روز 6 روز اکران یهو فیلم توقیف میشه. عین تایتانیک ما رو غرقمون کرد. دارم میگم زندگی خودت بجام جو کن بزندگی من. نمیبینی یارو مزخرف میگه. این مرد خیانتکار ما داریم. بنیان خانواده رو سست میکنید یا سست میبینید تو جامعه؟ این اصلا اون چیزی نیست که اجازه داشت دنبال میکرد. اومدن اصرار کردن که آقا رقص رضا عطاران رو بعد درارید. که دیگه ما گفتیم آقا جان مادرتون بی خیال شین. چند جا میگه گوه خورده. من فکر می‌کنم چیزی درست کنم وضعیت. زوتوپیا برابرتون خیلی دوست داشتنی نیست. دوبلوی زوتوپیا دوبله جذابی شده. فیلم 4 ستاره یا 5 ستاره نیست، قطعا به پای اینساید آوت نمیرسه. الکا صالحی هستم. اخبار آپاراتچی رو ببینید. صحبتی با جنون تازه ترین فیلمنامه بهمن فرمانارا دوم تیر ماه برای گرفتن پروانه ساخت به سازمان سینمایی ارائه شد. فرمانارا همچنین فیلم قبلیش دلم میخواد رو دوباره برای گرفتن پروانه نمایش به سازمان سینمایی ارائه کرد. دیگر فیلمساز نسل اولی مسعود کیمیایی پیش تولید فیلم قاتل اهلی رو ادامه میده. پگاه آهنگرانی و حمید رضا آذرنگ بعد از پرویز پرستویی به پروژه اضافه شدن و پولاد کیمیایی بعد از 18 سال این اولین باره که در فیلم تازه پدرش بازی نمیکنه. دبیر شورای پروانه نمایش در رابطه با فیلم جدید عبدالرضا کاهانی گفته که این فیلم هم مثل سایر فیلم‌ها اصلاحیه خورده و در صورت اصلاح شدن میتونه پروانه نمایش بگیره. تا چند روز گذشته گفته شده که ارادتمند نازنین بهار تینا توقیف شده و عبدالرضا کاهانی با شنیدن صحبت‌های دبیر شورای نمایش به وزارت ارشاد رفته، اما شنیده که فیلمش توقیف شده. مثل 3 فیلم قبلی اصغر فرهادی در نمایش داخلی پخش فیلم فروشنده رو فیلم ایران به عهده گرفته. دفتر علی سرتیپی قصد داره قبل از پخش فیلم توسط رقبای قدرتمند جهانیش فیلم رو در ایران به نمایش در بیاره. در حالی که از دیروز فیلم دختر رضا میرکرمی اکران شده و فیلم دراکولای رضا عطاران با 1 هفته تعویق روبرو شده، فیلم پرفروش هفته فیلم بارکد بوده که توی این هفته حدود 250 میلیون تومان فروخته و در مجموع به فروش بیش از 1.5 میلیون تومان رسیده. کانجرینگ 2 داره حسابی قوقا میکنه. خبر تازه در رابطه با این فیلم پرفروش ترسناک این هستش که یه تماشاگر هندی در حین تماشای فیلم دچار حمله قلبی شد و درگذشت. اما این پایان ماجرا نبود. اتفاق عجیبتر این بود که مأمور انتقال جسد این مرد به سردخونه به همراه جسدش هر دو با هم ناپدید شدن. انگار که دنیای کانجرینگ به دنیای واقعی هم راه پیدا کرد. جدیدترین پروژه سینمایی وودی آلن پاییز امسال کلید می‌خوره و حضور کیت وینسلت در این فیلم قطعی شده. این اولین همکاری آلن 80 ساله با ستاره 40 ساله برنده اسکار. آنتون یلچین بازیگر 27 ساله آمریکایی مجموعه فیلم‌های پیشتازان فضا در صحنه رانندگی درگذشت. قصه از این قراره که بازیگر روستاوار سر صحنه تمرین فیلم جدیدش حضور پیدا نمی‌کنه. همکاران اون با پلیس تماس می‌گیرن و بعد از مدتی جسدش رو در کنار خونه‌اش پیدا می‌کنه. 36 میلیون دلار رکورد پرفروش ترین افتتاحیه تاریخ انیمیشن برای فیلم در جستجوی داری. اپیزود 25 میلیون دلاری این هفته گیم آف ترونز نفس خیلی هارد تو سینه حبس کرد. شنیده شده کیت هرینگتون و امیلیا کلارک، همون جان اسنو و دنریز خودمون، برای فصل‌های 7 و 8 قراره که قسمتی 500 هزار دلار دستمزد بگیرن. پردیس سینمایی کوروش هست. اکران خیریه فیلم بارکد قرار هستش عوایدی که از این فیلم به دست میاد برای آزادی زندانیان غیر عمد در روز عید سعید فطر خرج بشه. تو شرایط خاص و جاهایی که مردم احتیاج هستش به هم کمک بکنن، فکر میکنم که
فیلمه ثابت شده که هنرمندا همیشه پیش قدم بودن. حالا ما که هنرمند نیستیم ولی فیلممون چون جزء بافت هنریه این که در واقع فضا هستش، تلاش کردیم به واسطه فیلم بتونیم یک رقمی رو برای زندانیان غیر عمد جمع‌آوری کنیم. امیدوارم که بساط این کار فقط توی زمان ماه رمضان نباشه، ما ایام دیگه هم به فکر آدم ها باشیم بتونیم کمکشون بکنیم. به هر حال جمع کردن 100 تومن 200 تومن یه تومن از آدم ها فشاری به کسی نمیاره، ولی همین عدد رو کنار هم وقتی جمع میشه میتونه یه سری خانواده رو از شرایط بحرانی که دارن نجات بده. فکر میکنم خیلی با ارزشه که به هر حال یکی از راههایی که میشه کمک کرده کسانی که نیاز به کمک دارن این راه باشه، چرا که خیلی از این عزیزان واقعا توان پرداخته مالی حتی خیلی اندک رو ندارن، بلکه بتونن از حال پشت میله های زندان آزاد بشن و به جامعه و آقاشون خانواده هاشون برگردن. خانم ها آقایان، جناب منوچهر خان هادی و سرکار خانم یکتا خانم ناصر، یک زوج دوست داشتنی آرتیست و هنرمند و بازوق و جوان و فعال و پر انرژی، افتخار دادن امروز کنار ما نشستن به بهانه تجربه فوق‌العاده‌ای که با هم دیگه داشتن. تجربه های فوق‌العاده با هم خیلی داشتن، اما اونچه که بیشتر از بقیه تجربه هاشون مثل توپ صدا کرده و راجبش خیلی حرف گفتین و شنیدین و پیگیری کردین، تجربه من سالوادور نیستم یه جایی از تاریخ سینمای ما نشست و قرار گرفت و برای خودش یه رتبه ای ایجاد کرد که به این آسونی و سادگی ها نمیشه فراموشش کرد و باید بهش با توجه نگاه کرد. من بگین اول که من یادم میاد که از کجا شروع شد تقریبا، ولی شما الان چند وقت با هم زندگی میکنین؟ ما 20 اسفند سال 94 با هم دیگه ازدواج کردیم، ولی خب مدت هاست با هم دیگه همکاریم و آشناییم و با هم کار کردیم و به حال توی کارهای ما آدم ها به خصوص پروژه های طولانی یک رفاقتی بین همه آدم ها به وجود میاد، ولی از اونجایی که به حال کار ما یه بخش مهمی از زندگیمون، یعنی بیشتر در واقع ساعت روزمون رو وقتی کار میکنیم گرفتاریم، خب فکر میکنم هم برای منوچهر هم برای من خب خیلی مهم بود این که کسی در کنارمون باشه که این شرایط رو حالا نسبتا بیشتر درک کنه. چی بهتر از این که آدم هم کار کنه، هم با همه وجودش با همه اجزای زندگیش تو کارش باشه؟ برای من خیلی لذت بخشه، تجربهش نداشتم البته. آره خیلی اینکه ما با همه برای شما لذت بخشه. نه آدم سر کارش با کسی باشه که دوستش داره، با کسی باشه که باش راحته، با کسی باشه که میتونه تمام لحظه های زندگیش با اون یه وقتام البته خوب نیست، چی اشکاله، شاید کمتر حواسش بهش باشه یا مثلا یه وقتایی برای اینکه بقیه حساب کار خودشون بکنن اونو بیشتر مورد مؤاخذه قرار بگیره بده. و طبیعتا من سر کارهای من چه خیلی این اتفاق برام افتاده، یعنی حواسش خیلی به من کمتر بود و چون احساس میکرد که خب که یک تاس حتما دست من ناراحت نمیشه یا حتما لزومی نداره که من یه بخشی از انرژیمو بذارم حالا حواسمو بدم به یک تا اینا، ولی خب از این جهت که من هم بازیگرم هم خانومم خب خیلی وقتا حسودی میشد. ولی بازیگرا معمولا سر کار در موقعیت آسیب پذیرتری هم هستن، نه؟ ولی از اونجایی که من خودم احساس میکنم که از آدمایی هم که سعی میکنم خوددار باشم و کمتر به قول معروف مظلوم نمایی بکنم، خیلی بیشتر از نظر درونی آسیب میبینم تا اینکه حالا کسی خیلی از شکل بیرونی من متوجه باشه که من چه نیازهایی دارم. و از اونجایی که آدم قدی هم هستم سعی میکنم که بگم خیلی آدم بی نیازی هم و اصلا برام مهم نیست که این توجه بهم بشه، ولی حالت گرفته شده یه جاهایی مثلا یه دونه از اون مثلا تشرا که میخواد به در بگه دیوار بشنوه و اینجوری، ولی آره. رو آدم اثر میذاره، نه؟ آره اثر که بله میذاره، ولی حالا به هر حال من سعی کردم که باش کنار بیام دیگه.
الان همه چی خوبه، جفت و جور و میزون خوب پیش میره آقای عالی. اون برا رو نگاه میکنی ها، این حرفا که میشه خودت میذاری به اون راه. نه من فکر میکنم که عکس و دکور و من فکر میکنم چیزی درست کنم. نه منم نامردی کردم، اول رفتم سراغ رفت شخصی شما و اینا مهمتر از این که میپرسی الان همه چی خوبه. قطعا جلو دوربین همه چی خوبه. خیلی خیلی از آره، ولی واقعا هیچ کار تعمدی این چونی نبوده که من بخوام سر صحنه مثلا کسی حرف گوش نمیده یا کسی در واقع طبق برنامه کارش انجام نمیده، یک تا رو بهانه کنم برای احیانا دعوا کردن یا مؤاخذه کردن که اون حساب ببر. واقعا اینطور نبوده. اگر جایی برخورد شده حتما بد میشد. اشتباهی کرده که باید توبیخ میشد. نه اصلا من که اصولا اشتباهش بخصم، ولی واقعا اگر حرفی شده واقعا بحث کاری بوده، نه اینکه من بخوام خدای نکتره. آخه شما هر دوتون آدم های حرفه‌ای هستین، حتما که بلد این رو اصلا تفکیک بکنین و حسابش هست. ولی شاید اگر مثلا یک غریبه بود اینقدر بی ملاحظه مثلا من اون نقطه نظرمو نمیگفتم. شاید یه مقدار به خاطر رو در بایستی که وجود داشته با اون آدم با ملاحظه بیشتری میگفتم، ولی یک تا بوده خب راحت تر گفتم. یک جاهایی به یک تا برخورده که همینجا جلوی دوربین با شهامت تمام علیشون اصخایی میکنم و بریم سراغ سوال جدی تر. آره ساله اصخایی خیلی خوبه دیگه، یعنی دیگه خب بسه دیگه. آره بس پرونده شما اصخایی. ولی واقعا من بیشتر دقت کنیم، باید یک تا بیشتر دقت میکرد و گول تجربه شما رو نمیخورد در مسئله شخصی رو وارد این بازی نمیشد. نه قول میدم که سوء استفاده نکنم از محبتی که به من دارین. هر دو تا به من دوست دارین. شما راحت واسه صادقانه بپرسید، ما هم سعی میکنیم صادقانه شما توی حتما هم تو زندگی شخصیتون هم تو کار. البته شما قبلا با هم کار کردین، بعد وارد زندگی مشترک شدین، بنابراین تجربه همکاری با هم رو قبلش هم مزمزه کردین. ولی هر کدومتون درباره اون یکی من بگین که کجا بیشتر از همدیگه سورپرایز شدین، غافلگیر شدین، یه ویژگی رو در طرف مقابل دیدین تو فضای کار بود یا تو فضای شخصی و روابط زندگی مشترکتون که یه وجهی از اون طرف مقابل رو دیدین که ذوق زدتون فوق‌العاده، یه دفعه فکر کردین آه چه خوب که این ویژگی در او هست. اینو تو کار در یک تا دیدی یا توی زندگی مشترک باشه؟ من اول بگم؟ اول شما بگم. من یک تا در واقع اولین دختری بود که من در واقع دیدمش و بلافاصله بهش گفتم که من قصد دارم با ازدواج کنم. اولین نفری که این تونست، یعنی سیلش برد ابتدای، نه ابتدای دوستیمون، از ابتدای آشناییمون واقعا قصدم برای ازدواج بود. شاید مثلا موارد دیگه‌ای بوده که خب گفتم بذار طرفو بشناسم و این تصمیم رو برای دیرتر یعنی برای بعدتر گذاشته بودم، ولی یک تو اولین گزینه بود که واقعا برای ازدواج بهش فکر کردم و این اتفاق افتاد. و اولین جایی که در واقع منو غافلگیر کرد، واژه فارسی شو به کار ببریم به جای سورپرایز، اولین جایی که منو غافلگیر کرد اولین صحنه‌ای بود که در واقع بازی داشت و شرکت بازی کردن، رفتار حرفه‌ایش، آن تایم بودنش، علارغم بعضی از دوستان بازیگر سینمایی که 6 آفیش باشن 11 صبح میان، بعدم تازه مراسم دارن تا برن جلو دوربین. متاسفانه دیدم نه، مثلا قرار 6 و نیم صبح گیریم بشه، 6 و ربع در اتاق گیریم وایساده و برنامه‌ریز ما خواب مونده و اعتراض کرده که چرا کسی نیست، چرا هیچکی نیست. و روزهای بعدم به همین ترتیب خیلی آن تایم و اینا برام جلو. بعد که ما جلو دوربین بازی کرد، از یه طرف خب من می‌خواستم سر صحبتم باز کنم اون شکلی برای پروسه ازدواج، از یک طرفی هم دیدم چقدر بازیگر خوبیه. هنوز خیلی هم برات بازی نکرده بود، یعنی هنوزم خیلی هم کار نکرده. یه روز کار کردیم، گفتم که خب ما طبق معمول گول نمی‌خوریم دیگه، یکی تعریف می‌کنیم، تعریف می‌کنیم، تعریف می‌کنیم. نه بگیم چقدر خوبه، میری جلو یه دفعه یه جا چنان اون بازیگر یک حرکتی انجام میده، یه جا چنان غافلگیرت کنه که تمام معادلات خوبتو میریزه به هم. با یک تا هر چی من میرفتم جلو تنم بعد میخواستم بشیم خانم چقدر شما بازیگر خوبی هستی، پس چرا 6 سال تو سینما کار نکردی؟ دروغ میگه، میخواسته بهت پیشنهاد بده. نه واقعا اتفاقا همین
میترسم که نگفتین نکنه فکر کنه میخوام در واقع سر صحبتو با کنم یا برم در واقع تو جاده خاکی. واقعا نمیتونستم اینو بهش بگم و برام سوال بود که چرا مثلا بازیگر به این خوبی، کسی که در واقع هم مطالعه داره هم دانش داره هم این همه سال کار کرده، چرا اون اتفاقی که باید براش بیفته نیفتاده؟ واقعا برام سوال. وقتی که این کار به من پیشنهاد شد به من گفتن که رضا عطاران حضورش تو این فیلم قطعیه. خیلی برام مهم بود چون فیلمی بود که قرار بود یک کار انجام بده و اون کارش این بود که بفروشه و خیلی هم بفروشه و برای فیلمساز مهمه که یک فیلم بفروش توی پروندهش داشته باشه به اصطلاح حالا حرفه‌ای سینما. و من قرار بود یک فیلمی بسازم که فقط بفروشه. وقتی که این فیلم به من پیشنهاد شد بحث برزیلش حقیقتا برای من مهم بود و حضور رضا عطاران برای این فیلم از همه چیز برای من مهمتر بود. واقعا فیلم بردارش برام مهم نبود، نه اینکه فیلم بردار خوب نباشه، اینکه کی باشه مهم نبود، صدا بردار مهم نبود. خب و اینکه رضا عطاران در مقابل کی قرار میگیره، خب طبق روال کاری که انجام میده خانم یا خانم ملا زارعی یا بهار رهنماست یا ویشکا آسایشی که همه هم خوب بودن، ولی من برام مهم بود که اگه قرار با رضا عطاران کار کنم با یک پارتنری باشه که خود ترکیبه و خود این زوجه کنجکاو برانگیز باشه برای مخاطب. اینا مهمه. بعد قرار شد بریم برزیل. فیلمنامه اساسا هیچ فوتبالیستی درش نبود. من تاکید کردم که من به شرطی میام که اگر برزیل داریم میریم حتی به اندازه یک سکانس به فوتبالیست برزیلی و اساسا مقوله فوتبال هم بپردازیم، وگرنه از اینجا بانشیم بریم برزیل دو روز سورا. خب بریم همین ترکیه بگیریم. چرا برزیل؟ مهم و برزیل و ویژگیش آره. مثلا فوتبال. اون هم حالا به اندازه که میشد در واقع اونم لحاظ کردیم و تونستیم ریوالدو رو بیاریم. یک فاکتورای مهم بود. یک نیتی کردم. واقعا این فیلمو اومدم برای دل مردم بسازم، برای مخاطب عام و ثابت کنم اگر بخوام فیلم بفروش بسازم بلدم. چون هنر من فقط این نیستش که خط فرضی رو نشونم در هیته کارگردانی. هنر کارگردانی که انتخابهایی درست بکنه. وقتی یک فیلم نامی رو برمیداری که به لحاظ هنری برای من شاید جایگاهی نداشته باشه ولی بتونم 10 تا سرمایه گذار 10 تا تعیین کننده رو متقاعد کنم که الان این اتفاق افتاده و سر من دعواست که کدوم فیلم رو کار کنم، حالا انتخاب میکنم. لازمه فکر کنم همه جای دنیا همه آدم های باهوش فکر کنم این کار میکنن، اگر یه ذره منم باهوش باشم، که تو یه موقع بعد برای خودت یه فضایی درست کنی تو بیزینس کاری بخش اقتصادی کاری که آدم ها بهت اعتماد کنن و بیان پول بدن برای تفکر تو. الان که شما مثلا بری پیش برادرت پیش نزدیکترین کسی دیگه 5 تومن پول قرض داری برام بدی، یه چکم بدی، یه ماه میدم یک ماه، ندارن که بدن، نه اینکه نخوام بدن، اگرم داشته باشم میگن نکنه خودمون دو روز یه اتفاقی برام پیش بیاد. حالا من بعد برام به یکی میگم آقا 3 میلیارد پول بده برای تفکر کنم، یه چیزی میخوام بسازم، کار سختی دیگه. ما این کار سختتر داریم انجام میدیم ولی بعد این اعتمادم برای سرمایه گذار به وجود بیاریم. الان دیگه هر جا من میرم به هر جا من زنگ میزنن میگن آقا سرمایه گذار ما گفتن اون پسره که سالوادور رو ساخته، اونی که سالوادور رو ساخته، اونی که ساله و این کارا رو تو 40 سالگی و تو مثلا جوان تری سن فعالیت حرفه‌ای شادم میتونه. بله بله. بعد که دیگه رفتی جلوتر و آره دیگه اولش داغی دیگه، اولش میای که از کیشلوفسکی بزنی جلو، اولش میای که فرهادی رو به صورت بغلش رد شی، اولش میای به هزار تا آرزو داری، میای توی وارد بازار کار میشی، تو بخش حرفه‌ایش که وارد میشی تا یه بخشش قطعا به عدم توانایی من هم هست. نمیخوام بگم من اندازه همه اینا میدونم ولی از همینی هم که فیلمایی هم که ساختم خیلی هم جایزه گرفته بهترش هم میتونم بسازم، ولی انقدر باید پوسکلوف باشی و انقدر باید بری بیای، انقدر باید تحقیر بشی، یه جای دیگه خسته میشی. بعد زندگی جای دیگری است با وجودی که تو خیلی حوزه ها تشویق شد و تقدیر شد و آره یکی میخواد ولی بعد تو فروش و گیشه ها خیلی اتفاق فوق العاده ای براشون آره. نیفتاد. ما سالوادوری که ساختیم از روزی که آماده شد تمام پخش کننده ها فیلمو میخواستن. اصلا موقعی که ایران بودیم وقتی که قرار شد بریم فیلمداری یه پخش کننده اومد کسی که کار ما رو پخش کرد و یه مبلغ هنگفتی به تهیه کننده پول داد که آقا این پخشش برای من، البته اون پول بعدا برمی‌داره. بعد وقتی که اکران ما رو برداشتن با هفته آخر فقط پنجشنبه جمعهش ما 480 میلیون فروختیم. تو آخ... این نقطه برداشته شد از اکران تو این آره اصلا یه چیزی تمام سینمادارا رفتن ارشاد شکایت کردن که آقا چیکار داره میگه این فیلم داره میفروشه،
بذاری بعد از 10 سال 15 سال 20 سال یه فیلم اومده داره حال همه سینمادارا رو خوب کرده، چرا در این فیلمو برمی‌داریم؟ پس اون فیلم کاری که قرار بوده انجام بده رو انجام داده بدون اینکه بخواد به کسی بی احترامی کنه، خدای نکره به نظام، به مذهب، نه یک دونه بیلبورد نداشتیم. همه گفتن تبلیغات ماهواره‌ای باعث فروش این کار شد. به نظر خود موثر نبود؟ موثر داره، باعث فروش نشد. چرا؟ کفش هایم کنم به اندازه ما ماهواره تبلیغ شد، کوچه بینام به اندازه ما خیلی بیشتر تبلیغ شد. چرا اونا 16 میلیارد نفروخت؟ آخه متریال شما هم نداشت برای تبلیغات. میگم همه اینها مؤثر بود، ولی اینکه بگی فلان 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 فقط ماهواره فقط رضا عطار، رضا عطار انتخاب ما بود، ماهواره حتما فکر شده برای شما. اینکه رضا بامزه است دوست داشتنیه و مثلا خوب میتونه خیلی به فروش فیلم کمک کنه، یه جنسیه بازیش که عموم مردم دوستش دارن و خیلی طرفدارش گسترده هستن، شکی توش نیست. ولی اینکه رضا شاه کلید موفقیت یک فیلم باشه و هر فیلمی که رضا توش هست میترکونه هر فیلم، به عنوان یک قاعده کلی نمیشه اینجوری روش قسم خورد. الان رضا تو فصل اکرانی که پیش رو دو تا فیلم دیگه داره و آیا ممکنه تجربه سالوادور رو تکرار بکنه تو این فیلم؟ آره، من یه چیزی بگم که این اگه دوست داشتی این بخشو جمعش کنیم، چون میتونه این جمله جمعش کنه. پایان سال 95 حتی تا پایان سال 96 ارزش فروش سالوادور مشخص میشه، حتی 50 کیلو آلبالو دم مانی حقیقی هم گم، دم محمد شایسته هم گم، فیلم فروخته، حال سینما خوب شده، یه تعدادی سرمایه گذار به واسطه فروش این دوتا فیلم وسوسه شدن بیان توی سینما سرمایه گذاری بکنن و ارزش فروش این دوتا فیلم تا پایان سال 96 پایان سال 95 مشخص میشه. فیلمای دیگه بیان اشمن از خدامه که 10 تا فیلم دیگه بیاد رکورد ما رو بشکنه واقعا، چون بابت این رکورد من یک قرون پول نگرفتم، بابت این فروش من یک قرون نگرفتم، هیچ کس این لطفو نداشته بگن حالی تو یه فیلمی ساختی اینقدر فروخته، از اون پخش کننده ای که ما فیلمو بهش دادیم تا خود تهیه کننده هیچ توقعی هم نه، یه دونه یک قرونی به من پاداش ندادن، نبایدم میدادن، اگر میدادن ناز شستشون منم میگرفتم، ولی ندادن تا الان حد دارم، شاید بعدا بخوام بده. ولی از اینکه حال سینما خوبه، از اینکه این فیلمه باعث شده که حال یه عده اندکی خراب باشه که اونا همیشه خرابن و معلوم الحالن دیگه، بر اونا کاری نمیشه کرد. کسی که از این فروش ناراحت مریضه دیگه، دلش برای سینما نسخته. نمیتونی شما فیلم درجه یک بسازی که همه چیش خوب باشه بالای 16 میلیارد بفروشی. از فیلم حضرت محمد درجه یک تر داریم، حضرت محمد جایگاهش همه چیش که اصلا جای خود، من حداقل زبانم قاصره میخوام توضیح در واقع راجبش حرف بزنم، آقای مجیدی کارگردان درجه یک، همه چی تو اون فیلم درجه یک، هزینه‌ای که بابت اون فیلم شده. ولی وقتی که فیلم حضرت محمد 7 ماه اکران میشه، فیلم حضرت محمد تمام آنونس های تلویزیون رو داره، تمام بیلبورد های سطح شهر رو داره، به تمام ارگان ها بلیط میفروشن که باید هم این کارو بکنن. اصلا من اینو نمیگم که چرا، باید این کار بشه. برای حضرت محمد نشه، برای کی بشه؟ برای سالوادور بشه؟ این غلطه، باید برای حضرت محمد بشه. ولی اون وقت مقایسه اساسا مقایسه غلطیه. فیلم حضرت محمد من شنیدم 350 میلیارد هزینه شده، از زبان خودشون 100 میلیارد، از یک منبع موثق دیگه 150 میلیارد چنین، ما 100 میلیارد میگیریم. این فیلم 300 میلیارد هم میفروخ ضرر بود. بله. معذرت میخوام 200 میلیارد هم میفروخ ضرر بود. بعد مقایسه درست بشه. فیلمی که با 2 میلیارد نهایتا 3 میلیارد ساخته شده میاد 16 میلیارد میفروشه، اون فیلمی که با اون هزینه ساخته شده، بعد ببینیم اشتباه کار کجا بوده. پس این فیلم خیلی بیشتر فروخته. ولی در واقع پوان هایی که فیلم حضرت محمد داشته که باید هم میداشته خیلی بیشتر از فیلم ما بوده. من الان متوجه شدم بلیت فیلم حضرت محمد 12,000 تومان بوده، چون فیلم 3 ساعته بوده و فیلم حالا خاصی بوده و اکثر بلیت ها هم که میدونید به ارگان ها فروختن. مثلا خود سینما آزادی من رفتم به من میگفتن آقا مثلا یک سانسی فیلم حضرت محمد مثلا حالا نمیدونم دقیقش نمیدونم ولی منبع موثقه، ساعت 2 تا 4 2 تا مثلا 5 فیلم محمد اکرام بوده، تمام بلیط های سانس فروخته شده ولی تو سالن 20 نفر بودن. مثلا بلیطو فروختن مثلا به یه ارگانی، آقا با خانواده ارگان پولش کامل داده، آره دعوت کرده. اصل کار درسته، باید برای فیلم محمد این کار انجام بشه، ولی نه به معنای خالی. اگر بخوام حالا قضاوت کنیم، ولی واقعا من خوشحال بودم که آلبالو میاد رکورد ما رو واقعا میشکن، سینما حالش خوب بشه. حالا مثلا الان من اول بشم یا مجید مجیدی یا مانی حقیقی،
چه امتیازی برای ما قائلن؟ تو فضای حرفه‌ای خودت پوزش مال تو هست، اما اینجوری که میگی وقتی پولش مال تو نیست که حتما براش یقه پاره نمی‌کنی که حالا چرا؟ همون پولی که اون موقع گرفتم راضی ام، خیلی پول خوبی. این فضای عمومیه که گرم می‌کنه فضای سینما رو. رقابت ها راجع به این تبلیغات جم و اینا خیلی حرف زدیم و از با ابراهیم ابراهیمیان تا نمی‌دونم شهاب رضویان با ما نمی‌خوای راجع به ماهواره و تبلیغات چرا؟ چرا یک چیز کلیدی می‌خوام بگم. چرا بگی؟ ببین من یه اعتراضی دارم در جهت فشارهایی که دارن میارن که چرا تو شبکه جم و تو ماهواره داره تبلیغ فیلم سینمایی میشه. خب مگه اون شبکه، ما نمیگیم شبکه بدیه، مگه نمیگیم بد آموزی داره؟ چه موفقیتی، چه پیروزی جذابتر از این که اون شبکه رو ما قبضه کنیم و راه به راه تبلیغ فیلمایی بکنن که تو ارشاد مجوز گرفته؟ چه تایمی رو بگیریم و مردمی که میشینن پای ماهواره و فیلم شبکه مستهجن و احیانا نگاه میکنن، اون آدما به واسطه این تبلیغ بلندشن میگن برن تو سینما فیلم ارشاد رو ببینن. آره قطعا اونها هم دوستانمون در ارشاد و قوه قضاییه، هر کدوم از دوستانی که قطعا دلایلی دارن، ولی نمیتونه این دلیلی که من دارم میارم رو نفس کنه. آقا شما با اون شبکه مخالفین، اون شبکه داره تبلیغ شما رو میکنه. بله و ما گلمون اینه که چرا اینا محصولاتی رو میسازن که متناسب با فضای فرهنگ جامعه ما نیست. مثلا حالا این که داره راجع به فیلم حرف میزنه که متناسب با معیارهای جامعه ما فیلتر اونجا رو گذرونده، اگر شبکه های ما تبلیغ سریال های ماهواره رو شبکه جمو میکرد، آیا جم میومد مخالفت کنه؟ بگه آقا هر کی بره فیلمش پخش بشه ما نمیذاریم؟ آره دیگه مخالفت میکرد، برای اینکه بینندش میومد پایین. کاری ندارم حالا این کارو میکرد. باید ما دچار اشتباه میشیم. ما فقط میایم صورت مسئله رو پاکت سینمای ما هست. اینه که الان مدیریت های سینما، مدیریت های فرهنگی ما فقط شدن ممیزی، توقیف، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو بد بکنی، به این سوژه مجه. همین آقای جنتی وزیر ارشاد، آقای ایوبی معاونت سینمایی، آقای ایلبگی، آقای فرجی به ترتیب بیم تو پایین، کدومتون جز اینکه آلبالو رو توقیفش کردید به خاطر اینکه یک فلان آقا خوشش نیومده، اگه قرار بوده این فیلم تأثیر منفی بذاره جامعه رو به انحطاط بکشونه که کشونده تو اون 3-4 ماهی که اکران بوده، چطور آخه 10 روز 20 روز آخر میکشینه؟ چرا خودتون رو خراب میکنید؟ اگر قرار این فیلم ها ضرر داشته باشه که از ابتدا خب اینو بررسی کنید، بگید که این اتفاق نباید بیفته. آقایان مدیر چی به ما دادین؟ چی به ما دادین که فقط از ما میگیرید؟ ممیزی به ما میدید، سانسور ما رو میکنید، وام بهمون نمیدید، اکران بهمون، تو هیچی از ما دفاع نمیکنید. شما که تبلیغات جی ام دارین میگیرین، آیا رفتید یک تعاملی با شهرداری بکنید بگید آقا تبلیغات جی ام انجام نشه؟ ما 20 تا بیلبورد میدیم. چی دارید میدید که میگیرید؟ با تلویزیون یه تعاملی کردید آقایون معاونت های سینمایی، مدیران سینمایی، که تلویزیون در ازای هر فیلم سینمایی 200 تا آنونس مجانی بده که تهیه کننده فیلمش تبلیغ بشه، بعد بگین جم تبلیغ نکنه؟ فقط میخواین بگیرید از ما؟ چی دادید به ما؟ به فیلم حضرت محمد این تو هم پول دادین؟ البته حق دارید هر گونه دخالتی هم پیش بکنید. چرا به شعور ما بی احترامی میکنید؟ چرا فکر میکنید ما نمیفهمیم چی بسازیم؟ چرا فکر میکنید ما بلد نیستیم؟ سالوادور چقدر موعظه داشت؟ خیلی. چقدر ببین چقدر توی فیلم کمدی یک لحظه‌ای هستش که یک تا ناصر برمیگرده، رضا عطاران برمیگرده به یک تا ناصر توی رستوران، مثلا میگه که آقای ایزدی، اسمش رو صدا نمی‌کنه چون مذهبیه، نام فامیلیش رو صدا می‌کنه، در واقع عرفش هم همینه بین خانواده مذهبی. اون یک لحظه کمدی ایجاد میکنه، تماشاگر توی سینما میخنده. اصلا تو فیلمنامه این نبود، اینو بدای خود سر صحنه خود من به رضا گفتم میفهمم، ولی اون آن وقتی گرفته میشه ازش لطمه این شلیک که خنده توی سینما برای 5 دقیقه یک قصه بره جلو، انرژی به مخاطب میده. این لحظه رو از من میگیری. بالای 14-15 مورد اصلاحیه ما داشتیم، 6-7 تا ارشاد، بعد از اینکه ارشاد اوکی شد پروانه نمایش گرفتیم. جالبه حوزه هنری گفت ما دیگه به شما اجازه نمیدیم تو سینمای من پخش کنید. آره حوزه هنری ما 7-8-10 تا اصلاحیه داد، مال اونا رو اعمال کردیم. بله برای اونا رو اعمال کردیم، در نهایت مجوز با ما دادن، فیلم هم اکران شد. چه اتفاقی افتاد؟ اومدن اصرار کردن که آقا رقص رضا عطاران رو باید دراریم، که دیگه ما گفتیم آقا جان مادرتون بی خیال شین، رضا عطاران داره رقص در واقع بیرجندی کجایی مشهدی چوب میزن تربتی داره انجام میده. آدم مذهبی واقعا زیر سوال نرفت، نیومده بابا کنم به رقصه، نیومده 6-8 بزنن اون وسط. واقعا شأن یه آدم مذهبی داره فیلم ساخته میشه؟ به نظر من سالودری فیلم ارزشیه،
که توش موقعیت‌های کمدی هم در اومده، خوبم در اومده، جواب داد. آقا شاید اون آقای روشنفکر، اون آقای تذکره دوست نداشته باشه، منم میدونم کیا دوست ندارن، دلیلش از خودشون هم بهتر میدونه. مخاطبان خواسته رو، اونایی که توقعشون از سینما یک مثلا فضایه. اشکالی هم نداره. آره من میگم که چی دادن؟ فقط قراره بگیرن، فقط قراره ما رو توقیف کنن، فقط قراره ما رو تحقیر کنن، فقط قراره ممیزی با ما بدن. الان فیلم جدیدت هم شدیدم دوباره چند تا ممیزی بله. روش هشت اصلاحی خود، هشت اصلاحی خود. آقایان مدیر ارشاد یک کدومشون اومدن یه تلفن بزنن میگن آقای هادی فقط خواستیم تشکر کنیم که این فیلم انقدر باعث رونق سینما شد. آقا این کاری که میتونید بکنید، به خدا نه پول قراره بدید، نه قراره مراسمی برای ما بگیرید، کی قراره به ما یه ذره انرژی بدید؟ آقایون ارشاد کی به ما قراره یه ذره انرژی بدید؟ فقط تو پر ما نزنید، فقط ما رو بی انگیزه نکنید. نبایدها ازتون. من از خدام بود که همون مسیر فیلمسازی ما ادامه میدادم، به من وام میدادن، تلویزیون فیلمامو تبلیغ میکرد، شهرداری به من بیلبورد میداد، سالن های زیاد ساخته میشد، مردم میومدن و سطح توقع و شعور مردم هم با فیلم های خوب بالا میرفت. وقتی من میبینم هیچ کس ارزش قائل نیست، منم باید برم سالوادور رستم که به نظرم فیلم خیلی بدی هست. بالاخره ببین از یک زوایای اینها درست میگن. داری فیلم سینمایی میسازی، فیلم سینمایی خب تأثیرش از همه کارها بیشتره، میتونه روی جوانها تأثیر بذاره، ولی توی یه فیلمی یه کارکتری داره سیگار میکشه که به واسطه اون سیگار سکته میکنه و میمیره. یکتا ناصر یه دیالوگی تو اون فیلم داره، یکتا ناصر یه دیالوگی تو زندگی توی کارگر ساده نیازمندیم داره که برمیگره به مهران احمدی همسرش میگه که این نزول زندگی منو به گه کشیده، با لهجه جنوبی. داره میگه این نزولی که تو گرفتی بابا داره تبلیغ دینمونو میکنه، زندگیمونو به گوه کشتیم. میگن آقا گوهو برداریم. بعد توی فیلم دیگه که الان اکرانه، خانم هدیه تهرانی چند جا میگه گوه خورده. مهمه اگه تو فیلم ببینی اون گوه خورده که داره میگه به تنهایی بگیری خیلی زشته، ولی توی فیلم توی جمله و توی سکانس اتفاقا میبینی درسته و مجوز بهش دادیم. من دوستم میخوام بگم تو این دیالوگ که موجه تره که تو این دیالوگ تو فیلم. حالا این داره نزول رو نقض میکنه، داره خورده به بحث نزول میگیره و تکلیف ما رو روشن کنن، یک سری واژه ها رو بنویسن یا فیلمنامه ای که من نوشتم دادم ارشاد و اون فیلمنامه رو پروانه ساخت دادن این دیالوگ توشه. چرا اونجا پروانه ساخت دادید؟ ما بریم فیلم برداری کنیم بیاریم، حالا تو پروانه نشو اینو درآر. سه تا پروژه سینمایی که این زوج فعال و دوست داشتنی با هم همکاری هم داشتن پیش چشم شما، کجا ترکیب این زوج رو بیشتر پسندیدید و فکر کنید اون همکاری موفق تری بوده؟ اون جایی که تأثیر حضور و کارگردانی منوچهر هادی به عنوان کارگردان در کنار یکتا ناصر به عنوان بازیگر به نتیجه بهتری رسیده، در این سه تا پروژه پشت سر هم برای شما بچهای ما یادداشت میکنن، بخشایی از هر کدومش هم سکانسایی رو هم دوباره بازبینی میکنیم با هم دیگه میبینیم و شما بهش رأی بدید دیگه. همین یک دو سه معروف رو به 338 لطفاً پیامک بکنید و نظر خودتون رو بگین. فکر میکنم شماره یک فیلم به ترتیب سابقه ساختشون بگیم، شماره یک یکی میخواد باهات حرف بزنه، شماره دو فیلم زندگی جای دیگری است. بله. و شماره سه فیلم من سالوادور نیستم. بیشتر دوست داری؟ من به لحاظ بازی خودم زندگی جای دیگری است فکر کنم که خیلی کامل تره، یعنی اول زندگی جای دیگری است بعد یکی میخواد باید حرف بزنه و سالوادور. یعنی من بازی هم مثل بچه ها نه دیگه، برای یکی از بچه‌ها یه جایزه فوق‌العاده گرفتی که خیلی. آره ولی نه، برای زندگی جای دیگری اتفاقا هیچ جایزه‌ای نگرفتم، ولی خودم به نظرم از یکی میخواد با حرف بزنه خیلی بهتر بازی کردم. خودت فکر می‌کنی کدوم همکاریتون با هم چفت‌تر و درست‌تر و نتیجه بهتری داشت؟ همکاریمون ببین تو هر سه فیلم به نظر من حداقل موفق بوده. همکاری من و یکتا توی یکی میخواد که جایزه گرفت توی زندگی به نظر من خیلی پخته تر عمل کرد، چون نقشش طولانی تر بود، لهجه هم تازه نداشت ولی از همون طبقه بود، ولی یک شکل دیگه کاملا اجرا کرد. توی سالوادور خب تجربه عجیبی برای هر دوی ما بود که کار کمدی نکرده بودیم و فیلم حداقل مخاطب خودش جلب کرد هر کدومش ما، ولی من خودم بازیشو توی زندگی جای دیگری است بیشتر دوست. بسیار. شما میتونید این حرفا رو نشینده بگیدید، نظر خودتون رو بی‌محابا اعلام بکنید و هر چی فکر می‌کنید بگید، ولی برای من این دو تا نظر مستند سرخرمن دست به نقد هم جذابیت‌های خودش داشت. خیلی ممنون که ممنون. خیلی ممنون که اجازه دادین راجع به رابطه شخصیتون و فضای خانوادگیتون هم حرف بزنم. میدونم جای دیگه خیلی شانس رو به کسی نداده بودید. مرسی که اومدید.
خب در مورد فیلم مرگ ماهی، راستش چیزی که برای من یه مقداری تعجب آوره الان توی عکس العملا و همون موقع جشنواره هم دو سال پیش بود، این که خیلی ها و از جمله مهمتر از همه خود کارگردان میگن که این قسمت سوم یک سگانه است در کنار اون دو فیلم زندگی خصوصی آقا و خانم مین و زندگی مشترک آقای محمودی و بانو. به نظرم اصلا اینجوری نیست و در این مورد استثنا هم با احمد طالبی نشد موافقم توی نقدش که میگه اصلا این فیلم‌ها نه به لحاظ فرم نه به لحاظ تم به هم ربطی ندارن. من غافلگیری تو هم با ناامیدیم از این بود که داش یه سرنخی و راجع به مسائل نگو و نپرس رابطه بین زن و مرد به خصوص تو دل خانواده مطرح میکرد. اینو از این جهت میگم چون تو سینمای اجتماعی ما وقتی که میخواد مشکلات ارتباطی مطرحشه معمولا سخته که بیارن تو دل خانواده، چون متهم میشن از نگاه نظارت به اینکه دارید بنیان خانواده رو سست میکنید یا سست میبینید تو جامعه. اون دوتا فیلم خیلی به جاهای باریک و ظریفی رسیده بودن در این زمینه و اینجا اینی که بگیم مثلا خودش میگه یا خیلی هم میگن که این باز خانواده است محورش، خب خانواده اینجا یک فامیل بزرگه و مسائلی جریان داره که قبلا در فیلم مادر، مسافران، یه حب قند اینا دیده شده. آوار سروسلوان اصلا حتی قدیمتر داستانش همینه. دقیقا. این تشییع جنازه ای است که خانواده جمع شه. بنابراین اینی که بگیم اینم راجع به خانواده است مثل اینه که بگیم مثلا چه میدونم فیلم زیر پوست شب فریدون گله و مثلا سامورایی ملویل هر دو راجع به تنهایی آدمن. درست. خب اونجا اصلا تنهایی جنسی مطرحه، اینجا تنهایی به مفهوم این اصلا اون چیزی نیست که حجازی داشت دنبال. حجازی یک نکته برام خیلی جالب بود توی فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو، میدونی که ما توی اگه کسی 20 سال بعد بخواد این جامعه رو بر مبنای سینما و ادبیاتش در رو تشخیص بده، کلی مرد خیانتکار ما داریم و خانم هایی که بنده خدا قربانی این خیانت میشن مدام، چون به خاطر مسائل در واقع ممیزی فیلم نویس یا در واقع نویسنده معمولا وارد ماجرای زن خیانتکار خیلی سخت میشه یا از این مسئله میگذره. ترجیح میدن میخواد در واقع مثلثی هم بسازه یا در این ماجرای بسازه مرد باشه این وسط، که خب هم تو هم میدونی که در واقع ماهرترین کسی هم که این نقش رو میتونه بازی کنه مرد فروتنه. فروتن تو خیلی فیلم ها در واقع معادل جرمی آیرونز ایران شده دیگه، هی تو در واقع به خاطر در واقع میمیگه صورتش رو تیپش این کارو میتونست انجام بده. توی زندگی مشترک آقای محمودی و بانو برای اولین بار توی این سالهای اخیر حداقل ما یک زن رو داریم این وسط که میتونه حداقل شایبه خیانت رو برای ما ایجاد بکنه. این کارو رول اجازه خیلی خوب انجام داده بود. نکته مهمترش هم که من زندگی مشترک آقای بانو آقای محمودی و بانو رو در واقع دوست داشتم مال این بود که در مورد میزانسن و کارگردانی یه نوع سختگیری داشت و حتی داستانگویی که من فقط تو کار فرهادی دیده بودم. اینکه تو حرکات دوربین، توی نورپردازی، توی بازی گرفتن، توی دیالوگا معلوم بود یک کار فشرده سختگیرانه توش انجام شده. فیلمو اصلا متوجه نمیشم من به هر حال، حالا نمیگم حالا باهوشم یا تیزوشم، من به هر حال به اندازه یه فیلم دیدیم دیگه. آره یه فیلم دیدیم، یه ذریبوشی در واقع متوسطی که ما داریم توی این جامعه. من داستان فیلم نمیفهمم، یعنی من نمیفهمم گره‌ای که این پشت داستانه چیه. تنها نکته ای که تو این فیلم ها شاید تکرار شده باشه مهارت، همونطور خودت هم گفتی یا نگفتی قبل از در واقع ضبط برنامه گفتی، مهارت حجازی توی بازی گرفتن بازیگراست. هم نیکی خیلی خوب بازی میکنه، خانم طباطبایی خیلی خوب بازی میکنن، علی مصفا خیلی خوب بازی میکنه، بازیگرا خوب بازی میکنن. بازیگر نقش مادر رابعه مدنی رو، مادر همیشه ابو رضویان رو نگه داشته در طول فیلم برداری، یعنی آدما کاملا مثل یک خانواده باش انس گرفتن و وقتی که حالا دارن اون فرایند شستشو رو که به نظرم تنها سکانس فیلمه که این مکسی که میخواد روی این فضای تدریجی سوگواری ایجاد کنه به وجود میاد، بقیه جاها تماشاگر یه مقداری آنفوتر میشه نسبت، یعنی در واقع واکسینه میشه دیگه، به اصطلاح غمش نمیگیره و خیلی براش موضوع عمیق نیست. تو اون بخش این واقعا تاثیر گذاشته، یعنی بازیگرا اندوه این که این پیکره رو دارن در واقع شستشون میدن به دلیل حضورش اتفاق افتاده. اینا خب چیزاییه که نشون میده روش داره برای اجرا، ولی چیزی که
در حقیقت در مورد همون نکته اولی که داشتم میگفتم برام عجیب بود، اینه که این تغییره به آدم این حس رو میده که انگار که فیلمساز دل مشغولی نسبت به اون موضوعهایی که داشته بهشون میپرداخته نداشته. اینجا چیزایی که وجود داره، یه مسئله مثلا بارداری و بعد و مشکلی که کاراکتر سردولت شاهی و علی مصفا تو زندگیشون سر بچه داشتن، اینا مسائل خیلی تکرار شده این توی فیلم ها. و از جمله بامزش اینه که تو اون فیلم اولش، تو فیلم اول این سری زندگی خصوصی آقا خانم میم، مسئله بارداری کاراکتر زن یه گره بود، یعنی ما تصور میکردیم یه اتفاق و رابطه پنهانی وجود داره، فقط به عنوان یه گره دراماتیک ازش استفاده میکرد. به نظرم میرسه که اون فیلم هایی که علی طالب آبادی براش مینوشت و حتی فیلم اولش که فیلم در واقع چی اسمش چیه ابرها در میان آن ابرها که خیلی فیلم تابو شکنیه از این جهت که داره یک دغدغه جنسی عاطفی یک نوجوان رو نشون میده. اون فیلمی است که به نظر میومد این دل مشغولی ها رو داره مربوط به روابط و بحران ها و اینا، ولی ناگهان اینجا به نظر میرسه که یکی از اتفاقات هم امیر خود ورود شخصیت بابک حمیدیانه. یا که ما تو خودمون تو فرهنگ ما خودمون هست که مثلا دو نفر با هم دعوا، چند جناب با هم دعوا دارن، یه مرد سوم همیشه میاد و خیلی هم حرص دراره معمولا که نه حرف تو درست، حرف تو هم اشتباه، ولی باید این کارو کرد که معلوم نیست اصلا توی من تو اگه اهل فیسبوک و اینا باشین آدمو زیادن. بله، که همیشه هر آدم هم در میارن که دولا اگه موضعی نداری برو بیرون ماجرا. تو فیلم بهروز افخمیت، فیلم عروس یاد باشه، یه پسرمو داشت اون فیلم. بله. نقطه ضعف پاشناشیل فیلم هم اون بود، میخواست نصیحت کنه. آره نصیحت میکنه، سجادی حسینی هم بازیش میکنه، دقیقا خدا بیامرزدش. و تو این فیلم میبینیم میگه اینجا چیکار میکنه؟ این حرفا رو خب ما چرا باید دهن این آدم بشنویم؟ تو سینمای دهه 60 70 ما این نفر نفر سومی همیشه میاد و میخواد مثلا جریان زندگی رو عوض کنه و میره این برنامه. فکر کنم بابک حمیدیان نقشش اندازه پسرموی عروس هرسراره. و خیلی اتفاقا اشاره خوبی کردین بس سینمای دهه 60 و 70 به عنوان نکته آخر بگم. یه مسئله دیگه هم که به نظرم الان با وجود این همه بازیگر و ترکیب اجرایی خوب پرداخت شده و اینا باعث شده که فیلم اصلا نمیفروشه، همینه که نوع قصه گوییش کهنه است. هم موقعیت هم، یعنی احساس میکنی که این مثلا یه 10 سال پیشی انگار که قرار بوده شکل بگیره و به هر حال نوآورانه نیست. بله. من چند روز پیش به شما قول دادم توی اون هفته های اولی که داشتیم آپاراتچی رو تقدیمتون میکردیم بهتون قول دادم که یک گپ و گفتگویی به بهانه اکران عادت رو میکنیم با ابراهیمیان، عواملش، همسر محترمش که پارتنرش در فیلم نام نویسی بوده خواهیم زد. اما درست همون روزایی شد که ماجرای اکران عادت نمیکنیم یه دفعه جنجالی شد و به هم ریخت و اولین قربانی و جدیترین برخورد قهری و قضایی هم با این فیلم شد. برای اون روزها طبیعتاً دسترسیمون محدودتر شد و بعدم نبود که کمی صبر کنیم این ماجرا، از این ماجرا عبور کنه تیم عادت نمی‌کنیم و بعد بشینیم باهاشون صحبت کنیم. ابراهیمیان عزیز و دوست داشتنی که با کارش میزان ذوقش و هوشمندیش و توانمندیش رو به همه مخاطبان خودش در واقع ارائه داده و نشون داده. اما من این افتخار دارم که یه کمی باش حال احوال و سلام علیکی بیشتری دارم. میدونم که خارج از قاب آن چه شما در فیلم ابراهیم هم میبینید، با این موجود دوست داشتنی با ذوق تیزهوش فعال و درجه یک مواجهیم. آقا خیلی لطف کردین من شما. مرسی جواد جون، قربونت برم. حتی منم سلام میکنم خدمت بینندگانتون، ممنون از دعوتتون. مرسی، تو لطف داری، اینایی که گفتی واقعا واقعیت بود نبود. من میتونم یه ذره ازت بپرسم؟ میتونم ازت بخوام که ماجرای این تجربه‌ای رو که در اکران تو گذروندی رو برای ما خودت تعریف کنی، قصه رو.
تو خیلی خوب شروع کردی، خیلی پر انرژی و خیلی رویایی و خیلی با استقبال، و یعنی روزهای اول نوید یک فروش بی‌نظیری رو میداد برای فیلم تو، و این چوبی که لای چرخ اکران شما گذاشته شد به هم ریخت قصه رو. من یکی یکی میرم جلو. داشتم چند روز پیش به یک دوستی میگفتم عادت نمی کنیم برای ابراهیم ابراهیمیان شده یک حریف چغیر بد بدن. واقعا بیچارم کرده، یعنی هر همه تجربه هایی که یک فیلمساز میتونه مثلا در 30 سال فیلمسازیش با هر کدوم از فیلماش بکنه، برای من تو عادت نمی کنیم داره یک بار اتفاق میفته. ابتدای پیش تولید و ماجراهایی که به هر حال سر حاشیه‌ای فیلمو دوچاره شد، و بعد رسیدیم به جشنواره فجر و فستیوال فجر، به هر حال به زعم خودم خیلی به سادگی و فیلم مظلوم واقع شد و کنارش گذاشتن، و بعد رسیدیم به چرخه اکران و دیگه حالا منتظریم که همه اون اتفاقای مثلا تلخ و پشت سر بذاریم و دیگه ایشالله فروشه خوب به و مثلا حالا هممون خوبه، و یهو بعد از 7 روز 6 روز اکران یهو فیلم توقیف میشه. دیگه اون کار نمیکنه. چیکار کردی؟ فیلم توقیف شد، رفت توقیف. من همه چی رو عادت میکنیم تجربه کردم تقریبا. همه آنچه که فیلم ساز میتونست با فیلماش تجربه کنه با عادت نمیکنیم تجربه کردم، و چند شب پیش خودم گفتم کاش زودتر اکرانش تموم شه، فکر کنم تا ته اکران قراره یه بلایی دیگه هم سر ما بیاد. مسئله پخش تیزر یا مسئله پخش آگهی، خب همه دوستان سینمایی تقریبا در موردش واکنش نشون دادن، اما خدمت شما رزم که من فقط یه سوالی داشتم اون روزا که از خودم میپرسیدم چرا این فیلم یعنی چرا عادت نمی کنیم؟ ما همزمان با ما تیزرهای متفاوتی داره پخش میشه، فیلمهای متفاوتی، بعد مگه از امروز شروع شده؟ نزدیک به 20 خورده‌ای ماهه که داره این اتفاق میفته، بعد مگه ما اقدام کردیم برای اینکه بخوایم یه چیزی رو به یک شبکه‌ای بدیم و شبکه بخواد ما رو تبلیغ بکنه؟ این اتفاقی که داره مرسوم میفته و از اتفاق داره کمک میکنه به گیشه سینما. فقط یه سوال داشتم که هیچکی هم بهم جواب نمیداد، چرا فیلم عادت نمیکنیم؟ خیلی ها من گفتن این توقیفه به نفعت میشه، و من یک جمله میگفتم نه، کاملا به ضررم تموم میشه، به خاطر اینکه بعد دیگه من همه چیزامو از دست میدم. حالا برای اینکه بخوام بیام به مخاطب دوباره برسونم که فیلم، چون میدونی خبر منفی به راحتی هم خیلی زود تولید میشه هم خیلی خوب سرایت میکنه تو مردم به سرعت، ولی حالا میخوای خبر رفع توقیفو ایجاد کنی، هنوز خیلی ها میگن که فیلم اگه برگشت به چرخه رفع توقیف شد، بعد هیچ پتانسیلی هم برای تبلیغات وجود نداره برای فیلم، هیچی، یعنی زور میزنیم تو فضای اینستاگرام و فضای مجازی و آقا ما هستیم، ما برگشتیم به چرخ اکران. حتی بهتون میگم که شهرستان ها من نزدیک 40 سینما داشتم قبل از این، در عرض یک هفته من عرض 60-70 سینما داشتم میرسیدم، و یه سری سینما ها وقتی که بهشون دستور داده شد که فیلمو بیاریم پایین و فیلم آوردن پایین، فیلم های دیگه جایگزین کردن، بعد قراردادشون هم 2 هفته دیگه، و ما گفتن خب تا 2 هفته دیگه فعلا فیلم شما، نه بعد از این 2 هفته. خب بعد از این 2 هفته هم که هفته آینده فیلم های جدید میاد، 2 تا کمدی قرار بیاد، یه فیلم، یه درام اجتماعی دیگه، فیلم دخترهای میرکریمی، یعنی 3 فیلم دوباره به چرخه اکران اضافه میشه، و من به جرأتتونم بگم که از روز استارت این فیلم تا الان من یک روز خوش ندیدم، بیچارم کردن، پوستم رو کندن همه دوستان، و خیلی دیگه روزهای سختی رو طی کردم. حالا این توقیفه به هر حال یه اتفاقی بود که ناخوشایند بود، حالا برگشتیم به چرخه، ولی این فیلم یه کمی بیش از حد مظلوم واقع شده، بسشه، الان باید به این فیلم یه کمی کمک کنن، باید به این فیلم کمک کنن که دیده بشه، یعنی یه کمی زیادی بهش مرس زدم. گفتم که 10 نمره تستی 10 نمره تش. بعد استاد پس من چی کار کنم؟ به خدا من دیگه وقت ندارم. من به شما گفتم باکسم پره، برو با استاد دیگه. استاد تو رو خدا شما به من قول دادی. پس من بهتون زنگ میزنم. باش برو بعدا زنگ میزنم. ممنون مرسی. شاید این آگهی ها
مؤثر بوده برای اینکه مردم حالا دیگه از جا بعد سینه به سینه و نقل بکنن برای هم دیگه فیلمو توصیه کنن به هم دیگه. و بعد ما داریم محصولی راجع به تبلیغ محصولی حرف می‌زنیم که محصولیه که از دفاع می‌کنه از یه عالمه چیز، از یه عالمه اتفاقا ارزش، همون ارزشایی که به اصطلاح در همون شبکه مسج ام یا سریال‌هاشون یا فلان مورد تهدید قرار گرفته با تولیدات اونوری، حالا ما تولید اینوری داریم با همون پاتکسه، به همون موضوع هم ممکنه بپردازیم، یعنی زمینه موضوع خیانت، تردید، تعلیق‌هایی که مربوط به کانون خانواده است رو اونجا تجربه می‌کنیم، اما براش توضیح داریم، براش جمع‌بندی داریم، براش به یه شکل قابل ارائه‌ای طبیعتاً تعریف شده. تو نظرت چی رو می‌بینی؟ من که ماجرا اصلا سیاه نمی‌بینم. بچه بودیم یادمه که خب خیلی برخورد سلبی و قهری با ویدیو می‌شد، یعنی من یادمه داییم عموام اصلا اینو دستشون میگرفتن انگار که مثلا دارن فعل حرام انجام میدن. اینجوری نیست، ما نگاه ابزاری داریم به ماجرا دیگه. آقا دقیقا حرف درسته، خیلی حرف خوبی زدی. یه شبکه داره محصول داخلی رو تبلیغ میکنه، محصولی که باعث میشه مخاطب داخلی در واقع این محصول رو بیشتر خریداری بکنه. شما داری به تولید داخلی کمک میکنی، بعد ما این همه داریم شعار میدیم تولید داخلی، تو آقا سینما جزو تولید داخلی نیست. اگه نیست خب تکلیف ما روشن کنین، ما داریم تو این مرد در این سرزمین در این مملکت با تمام قواعد جواب جمعا هیچ جا توی مصاحبه گفتم هیچ وقت فیلم نامه اونم برام ارشاد که بهم بگن که برو دیگه پیدات نشه. بابا ما یه بار خودمون رو خودسانسوری کردیم، از یه فیلترهای ذهن خودمون رو رد کردیم در چارچوب و مواضع و قوانین جمهوری اسلامی ایران داریم فیلم میسازیم در این سینما با مختصات خودش. پس شما وقتی که پروانه ساخت صادر میکنید، پروانه نمایش صادر میکنید، تیزرها پروانه نمایش میگیرن، داخل سینما میرن این ور اون ور، حالا یه شبکه بردار اینا رو پخش کنه، چه ایرادی داره؟ اصلا چه ایرادی داره؟ داره به ما بعد ثمرش رو دیدیم. کی تصور فروش 17-18 میلیاردی میکرد؟ هیچ کس. بله. این فقط به حال خوب سینما داره کمک میکنه، یعنی حال خوب سینما رو خراب کردن، حال خوب سینما رو چی بگم، یعنی گرفتن. حالش رو گرفتن واقعا، حالش رو بد گرفتن. همون این میلیارد تومن ها که پشتش این میلیون یا این هزار بیننده سینماست که تو پارسال و پیدارسال و یه دهه قبلتر تو سالن سینما نشسته بودن، اینا کجا بودن؟ اون تایم عصرشون و شبشون و آخر شبشون رو کجا میگذروندن؟ و حالا رو صندلی های سینمایی نشستن که ما تابلوه نمیدونم رعایت حجاب اسلامی و موازین اسلامی و همه این دارم اونجاها زدیم، سالونه با استانداردهای سرزمین ما داره، فیلم مهمتر از اون فیلمه، فیلمه با همه استاندارد و موازین عبور کرده و ساخته شده و همه این میلیون آدم میتونستن اون روز تو سالن سینما نباشن، پای یکی از همون شبکه های باشن که امروز مثلا دوستش نداریم یا میگیم اینا شبکه های خوبی نیستن. ولی این شبکه های غیر خوب که حالا دارن برامون سریال هم تازه میسازن و فیلم هم میسازن و اینا، بعد از این حالا بیشتر کارهای اونا رو میبینیم، اگه قرار کار خودمون نبینیم پس بازم بیشتر کارهای اونا رو میبینیم. اما همین شبکه ها میخوام بگم که اتفاقا خدمتی که به سینمای ما توی این پروسه انجام شد، حتما که معادلات مالی هم در جریان بوده، حتما که اونا انتفاعاتی رو هم از این ماجرا داشتن، اینا رو انکار نمی کنم، بالاخره یک بیزینس رسانه‌ای هم در جریان هست، اما خدمتی که از این بابت به آشتی مردم با سالن‌های سینما اتفاق افتاد به نظرم میتونه بخشی از جرم این شبکه ها رو حتی تطهیر کنه. مثلا بگی که آقا اینا جرمشون کم کنیم، ببخشیم، همکاری کردن با پلیس. اینا رو سالهای سال در سازمان سینمایی و در ادوار گذشته قبل از سازمان سینمایی کارگروه هایی تشکیل شده، تهیه کننده ها جلسه گذاشتن، حرف زدن که چی کار کنیم آقا که مخاطبی که مثلا کانیمانگا رو دیده، عقاب ها رو دیده، با اون الان با بلیت امروز اگه بخوایم محاسبه کنیم میشه 40-50 میلیارد تومان،
اون مخاطب رو چجوری برش گردونیم به سینما و داریم هی خودمون رو میکشیم، عذاب میدیم خودمون بشین معادله فلان. خب تبلیغات که نداریم متاسفانه، تلویزیون مملکت خودمون که اصلا با ما مثل مجرم نگاه میکنه، واقعا به اهالی سینما شبیه مجرم نگاه میکنه، یا هر روز ممنوع کارن یا ممنوع تصویرن تفلکی‌ها، یا وقتی شما میخوای باشون کار کنی تیزر بهشون بدی اصلا کلا از اون تیزری که بهشون میدی چیز دیگه در میاد. حالا به هر حال اینم یه برخوردیه دیگه، خیلی نمیخوام در موردش با توضیحات بیشتر، ولی وقتی حمایت نمیکنه تلویزیون خودمون از ماها و اینقدر میزان مخاطبش ریزش کرده، ما دنبال یه جایی هستیم که محصولمون رو عرضه کنیم. بیلبورد نداریم، فضای شهری نداریم، هیچی نه آقا، ما هیچی نداریم. چجوری بگیم فیلم ساختیم بیاین مردم ببینین؟ حالا اینم بذاریم کنار، این همه کارگروه تشکیل شد فلان فلان فلان، در عرض یک سال یک شبکه آشتی داد مردم رو با سینما، با محصولات داخلی خودمون. یعنی گفت اگر که محصولات تبلیغ بشن، دیده بشن، به گوش مردم برسن، فروش شهرستان ها چند برابر شده، میان میبینن. ما حتی به خودمون هم رحم نمی کنیم. دوستی داشتیم، یعنی مشخصاً کسی یا مدعی العموم؟ فکر نمی کنم شاکی خصوصی داشتیم. خب ما چیزی شنیدیم که اون بخشی که در تلویزیون، در صدا و سیما مسئول تولید فیلم ها و این بخش هاست، آقای اکبری؟ آقای کرمی، آقای شاکه خصوصیه. آره ایشون طرح شکایت اولیه رو کرده. خب ببین ایشون در یک صورت میتونه شکایت بکنه که اگر که کاملا هم قانونی و حقوقیه، ما بریم با تلویزیون وارد مذاکره بشیم و بگیم آقا شما تمام تیزرهای ما رو پخش کن و زیر اون مثلا قرارداد بنویسیم که ما غیر از شما جای دیگه تیزر نخواهیم داد. حالا تیزر رو میدیم تلویزیون پخش میکنه، جای دیگه هم میدیم پخش میکنه، هر دو اینها میتونه از ما شکایت کنه. یعنی هر دو طرف، یعنی هم این طرف هم اون طرف. ولی ما با تلویزیون مذاکره ای نکردیم که بخوایم برام تیزر بیان. میدونستیم که تلویزیون تیزر ما رو پخش نخواهد کرد، البته مذاکره کردن دوستان، ولی عقد قراردادی نشد. خب وقتی ما شاکیمون تلویزیون نیست، این تلویزیون اینجوریه که، یا مثلا یه جمله معروفی هست میگه که سری که دیگی که برای من نمیشه سر سگ توش بجوشه. این تلویزیون همچین رفتاری کرده مثلا؟ احتمالاً دیگه. من یه جمله خیلی عجیبه، ما که آخه کاری نداریم که. آقا تلویزیون شما یه ارگانی هستی که جدایی داری کارتو میکنی، ما هم یه فیلم سازیم که جایی مستقل داریم تو بخش خصوصی کار میکنیم. اگر با شما قرارداد بسته بودیم و قرار بود که شما تیزرهای ما رو پخش بکنید و بعد جای دیگه تیزر ما رو پخش کرد، بله ما به شما حق میدادیم. غیر از احساس ما با هیچ کدوم دو طرف قراردادی نداریم، اونا که خودشون پخش میکنن، اینا هم که اصلا کلا خودشون پخش نمیکنن. اول کاری که بکنی باید سینما تو برگردونی. خیلی مهمه، سینمادار کاملا مالی نگاه میکنه به ماجرا. یعنی اگر امروز چراغش روشن نباشه و مثلا دخلش نخونه، خداحافظ، با شما اصلا تعارف نداره. سینمادار میگه این فیلم میفروشد یا نمیفروشد؟ میفروشه، من براش میدارم، نمیفروشه، خداحافظ. نیست توقیفه، خب اصلا سری که درد نمیکنه، دستمال نمیبنه، خداحافظ، فیلم رو میذاریم کنه. ما تازه چند پروسه رو، یعنی تازه الان 7-8-10 روزه که از اون موقعی که گذشته، از سه‌شنبه هفته پیش که از توقیف در اومده تا امروز، یه پروسه بازگردوندن سینما هاست. خدا پدرت بیا مرزه تبلیغات که هیچی، حالا تازه باید از صفر بشینی به تبلیغات فکر کنی. 3 هفته از فیلم رفت تو هفته چهارم، تو 7 هفته کف فروشت محاسبه میشه. واقعا اینا یه عالمه سوالی که نمیدونم چجوری میخوان برخورد کنن. یعنی زمانی که من رسیدم به کف فروش، آقای فرجی چی میخواد به من بگه؟ اون هفته توقیف رو حساب میکنیم نمیکنیم؟ بعد کف فروش پر کردن، واقعا من نمیتونم برم کف فروش، مخاطب باید بیاد. وقتی مخاطب نیاد که فیلم کف فروش پر نمیکنه که، اصلا بعد جور بعد دست اندازی انداختن. قشنگ این تایتانیک ما رو غرقمون کرد. و الان اگه یکی از این شبکه‌ها دوباره همجوری بدون هماهنگی با هیچکی دوباره دونه این تیزر رو پخش کنه، باز شما رو داره میکنه، داره همین کارو میکنه. بعد تو دوباره گرفتاری؟ یعنی شما و مجموعه شما دوباره بعد دوباره احتمالاً باید. آره داره میکنه. جالب این که داره همچنان تیزر رو پخش میکنه، همچنان میره. و خیلی ها من گفتم، من میشنوم از بچه‌ها، من که واقعا از اون اتفاق دیگه، حتی پوستر فیلم هم که راحت داشتم ببینم، اینقدر حالم بد شده بود که با خود فیلم به عنوان یک موجود جاندار گفتگو میکرم، گفتم لامصب تو چرا پدر من در آوردی، چی کار میکنی با من؟ آره و شنیدم که پخش میشه و قطعا برخورد میکنن، قطعا میشه. نمیدونم، شاید هم نشه، شاید هم بشه، واقعا نمیدونم.
من یه چیزی رو از مردم میخوام، اینکه این آشتی که کردن بیان تو سینما و فیلم ها رو ببینن و نشون بدن که آشتی کردن فیلم ها و آشتی تاثیر این شبکه ها نبوده دیگه، آشتی اوکی اگر تاثیر هم بوده دیگه آشتی کردن، بیاین فیلم ها رو ببینید، بذارین حال سینماگر خوب بمونه، خیلی کمک به خودتون به خودشون کمک. وقتی محتوا تولید محتوا وقتی فیلم بیشتری ساخته بشه حال اونها هم بیشتر خوب خواهد بود، اونا اوقات فراغتشون تو سینما بگذرن هم حال ما خوبه هم حال خودشون، نه اینکه تو این کافه ها بشینن گپ های کافی شاپی بزنن یا قلیون بکشن و هی ما بگیم که کمپین را بندازیم قلیون ها رو گلدون کنیم. آقا اینه کمپین ها به درد نمیخوره، کار فرهنگی بکنیم، کار محتوایی باید کرد. این مخاطب ما، مخاطب ما قصه دوست داره، محتوا دوست داره. من با تمام وجود ازشون دعوت میکنم بیان و فیلم ها رو حمایت کنن که این اتفاق خیلی به چشم نیاد، یعنی ما حس نکنیم که سینما زنده بمانه، چون یک فیلم هیچ فیلمی در دنیا حقش توقیف نیست، هیچ فیلمی، فیلم یک موجود جاندار نفس میکشه و زنده است، هیچ فیلمی حقش نیست که بمیرد، ما وایسادیم که یک فیلم رو زنده نگه داریم. امیدوارم که مخاطبم بیاد و زندگی ادامه پیدا کنه. زوتوپیا، زوتوپیا برای من فیلم خیلی دوست داشتنی نیست. یک مشکل خیلی بزرگ باش دارم که این مشکل رو با خیلی از انیمیشن این سالها دارم و اون هم این است که خیلی پیام های اخلاقی که دارن سعی میکنن سازندگان این انیمیشن رو بدن به مخاطبشون خیلی رو خیلی در واقع با حجم خیلی زیاد و گاهی آزاردهنده است. درک میکنم که مثلا این پیام های اخلاقی چون مخاطب فیلم بخششون به هر حال مخاطب کودک هست و نوجوان باید باشه، ولی در مورد زوتوپیا به خصوص خصوصا تو یک سوم اول فیلم این پیام اخلاقی خیلی برای من جوری تو ذوقم خورد. ماجرا اینه که خب دیزنی بلا فاصله بعد از بیرون اومدن اینساید اوت شروع کرد مانور دادن روی زوتوپیا. این به نظرم یه ذره مشکل ایجاد میکنه چون اینساید اوت انقدر با فاصله از بقیه انیمیشن ها برای من حداقل شاهکاره که خب زوتوپیا به اون حد نرسید با همه مانوری که دیزنی داده بود. ولی زوتوپیا یه نکته خیلی خوب داره، زوتوپیا برای من انیمیشنیه که بالاخره دیزنی و پیکسار یه جایی انگار به هم دیگه رسیدن. یعنی وقتی اینساید اوت رو از وقتی که دیزنی پیکسار رو خریده به هر حال محصولاتی که میاد بیرون با اسم مشترک جفتشون میاد بیرون، ولی محصول پیکسار همیشه متوجه میشه محصول پیکسار، اینساید اوت مشخصا محصول ذهن جان لستر و پیکسار حالا و اون گروه حالا پیت داکتر و بقیه، ولی زوتوپیا نقطه در واقع رسیدن این دوتا کمپانی به هم دیگه است. اون مدل داستان حیوانات و یه ذره شیرین کردنش و همین پیام‌های اخلاقی که اتفاقاً میگی از دیزنی میاد و یه جاهای دیگه یه قسمت‌های بصریش یه سری کاراکتر منفی‌های عجیب غریبی که داره، یه سری هوشمندی‌ها مثل این که مثلا قهرمانش حالا زن باشه که اتفاقا اون ور خب خیلی مورد توجه قرار گرفته که خرگوشه مثلا یه خرگوشه زنه، اینا از ذهنیت پیکسار میاد. من حتی بعدن خوندم که این ایده که در واقع زوتوپیا شهری باشه که یه شهر مدرنی باشه که خود حیوانا ساخته باشن ایده جان لستر بوده، وگرنه دیزنی فقط میخواسته یه فیلم بسازه مدل رابین هود که کاراکتراش همه حیوانات باشن. بزرگ فیلم برای من اینه. در این حال اون پیامای اخلاقی که میگی، من معتقدم که خوبیش اینه که پیامای اخلاقی که الان میده پیامایی که خیلی مورد نیازه، یعنی اون پیامای دموده کهنه نیست، درباره تبعیض نژادی در واقع، تبعیض جنسیتی، درباره چیزایی که الان خطراتی که یه جورایی دنیا رو داره تهدید میکنه به خصوص اون طرف رو خیلی باهاش مواجهن، داره راجع به اینا حرف میزنه و اینش خیلی خوبه. حداقل مثلا بچه‌ها دیگه از همدیگه نمیترسن، شاید میفهمن که آقا ما یه جایی هستیم که حیوانای وحشی، روباها، خرگوشا علارغم همه تفاوت‌ها کنار هم میتونن زندگی مسالمتی آمیز داشته باشن.
توی انیمیشن های پیکسار همیشه یه جاه طلبی توی ایده پردازی وجود داره که اینجا با اون ایده زوتوپیا در واقع انگاری خواستن همین نزدیک بشن به اون ایده های در واقع جاه طلبانه پیکسار، ولی به نظر من خیلی هنوز درگیر قواعد متعارف والت دیزنی موندن و نتونستن که فراتر برن و منو در واقع من به عنوان مخاطب غافلگیر بکنن و فیلم کم میاره به نظر من از نیمه های از بسطاش به بعد و باعث تأسف واقعا. یه نکته بگم بعد بریم دیگه به نظرم جمع‌بندی کنیم. من خیلی با دوبله های سالهای اخیر حال نمی کنم ولی همیشه دوبله هایی که به فیلم ها ارزش افزوده میدن رو دوست دارم. دوبلوی زوتوپیا دوبله جذابی شده، به خصوص برای کاراکتر پدرخوانده که مدل خود پدرخوانده. درباره زوتوپیا اینه که فیلم 4 ستاره یا 5 ستاره نیست، قطعا به پای اینساید اوت نمیرسه، ولی تو انیمیشن های سالهای اخیر انیمیشن قابل قبولیه، به ویژه از لحاظ بصری انیمیشن قابل توجهیه. من ولی خیلی توصیه نمی‌کنم، یعنی که توصیه می‌کنم بیشتر کسی دنبال انیمیشن فوق‌العاده می‌گرده بره سراغ همون امثال اینساید اوت که خودت هم دوست داری و خیلی بهش علاقه داری. اینساید اوت البته امتیاز بیشتری می‌گیره. قطعاً. خب ماحصل تلاش رفقای من تو این هفته دیدید و تعقیب کردید، امیدوارم که هی نزدیک و نزدیکتر بشیم به اون چی که شما میخواید. ما داریم تلاش میکنیم به فکر آیتم های جدیدیم، از هفته های بعد آیتم های جدید ایجاد میکنیم و خودمون هم فکر میکنیم که بعد از چند تا برنامه پوست میندازیم و با شرایط بهتر، امکانهای بهتر و حالا فکر شده تر از قبل میتونیم نظر شما رو بیشتر تعمیم کنیم. یک دو تا اتفاق افتاده که چیزی شبیه به برگولی بوده، دارم میخواد راجبش توضیح بدم. یکی این که برنده های هر هفتمون رو بلافاصله طبق قرارمون تو هفته قبل اعلام نکردیم و بهشون جوایزی رو بدهکاریم. اجازه بدیم که دوستان من میگن که در 4 برنامه اول رو هفته آینده که در واقع برنامه 4 رو تقدیم شما میکنیم، برنده های هر 4 هفته رو خدمت شما اعلام خواهیم کرد و جایزه های 2 میلیون ریالیشون براشون محفوظه. CC38 که همچنان با ماست و سامانه ارتباط ماست، مسابقه این هفتمون رو هم شنیدین، سوالش رو اگه دوست داشتین تو شرکت بکنین، همراهی بکنین برای اینکه CC38 هرچی رونق بیشتری پیدا بکنه در واقع ما و شما با هم دیگه ارتباطمون ارتباط نزدیکتری شده. کامنت هایی که پای ویدیوها میذارین بچهای ما میخونن، ریاکشن های شما رو دریافت میکنن در فضای مجازی و بهش فکر میکنید. مثلا اینکه خیلی از شما با مونتاژ خیلی کوتاه و ریز گفتگوهای ما موافق نبودید، دلتون می‌خواست یه حرفی رو یه کمی کامل‌تر و مفصل‌تر بشنوین و یه گفتگویی رو ادامه بدید.